توی این جلسه ما یه مقدار توضیحات داریم، بریم جلوتر دیگه وارد بخش عملی میشیم که تو محیط تیری بخوایم عمل کنیم. ببینید، در دنیای واقعی نحوه دیده شدن اجسام در دید شما به متریالی که از آن درست شده و باف و زیر ساختار ماده تشکیل دهنده آن جنس بستگی دارد. یعنی ما یه متریال رو میبینیم، خیلی مهمه که چه جنسی داره، در زمانی که نور با اون برخورد میکنه چه حالتی از خودش داره نشون میده. متریال ها میتوانند نور را بازتاب کنند، با شکست از خود عبور دهند یا جذب کنند، که نحوه انجام این کار به خصوصیات اون متریال بستگی داره که بریم جلو همه رو یاد میگیریم. باف و زیرساختار یک ماده در میزان شفافیت یا ماتی بازتاب و شکست نور تأثیر دارد. باف و زیرساختار یک ماده، یعنی اون ماهیت یک متریال ما تو میزان شفافیت یا ماتی و بازتاب و شکست های اون خیلی تأثیر دارد. خب یه سری توضیحات هم اینجا برای شما گذاشتم که حالا میتونید استوب بزنید کامل اینا رو مطالعه کنید، چون نمیخوام خیلی بحث تئوری بشه تا شما رو خسته نکنم. بریم جلوتر، پس اگه دوست داشتین میتونید اینجا رو استوب بزنید و اینا رو بخونید. خب متریال ویره به صورت پایه‌ای به شما اجازه ساخته گستره وسیعی از متریال ها را در دنیای واقعی میداد. یعنی ما تو دوی ویره یه بخش زیادی از متریال های واقعی رو میتونیم شبیه سازی کنیم. یک دیفیوز یا رنگ و بافت اون کار هست، رفلکشن که گفتم میشه باستا، رفرکشن همون شکست نور ما یا ترنسولیسی، کاملا تابع قوانین فیزیک است. یعنی متریال ها در ویره طوری طراحی شدن که از قوانین فیزیک در واقعیت کاملا تبعیت کنند. به عنوان مثال یک متریال نمیتواند بیشتر از نوری که دریافت میکند را بازتاب کند، مگر اینکه خودش دارای خاصیت سلف اینومیشن باشه، که حالا سلف اینومیشن میرسیم بهش، میتونه نور رو بازتاب کنه. خب بریم جلوتر، میخوام برم سراغ دیفیوز و شما رو با دیفیوز آشنا کنم. من الان یه آبجکت دارم که اینجا داریم با هم میبینیم. کلیدمو میذارم که پنجره متریال من باز بشه. اگه راست کلیک کنم اینجا میتونم پنجره متریالمو به تعداد کمتری تقسیم کنم. اینجا راست کلیک میکنم، اگه 3 در 2 بود خیلی راحت راست کلیک کنید و 6 در 4 اش کنید. هر کدوم از این گویا برای ما یک متریال هست و ما میتونیم یک ساختاری برای اون تولید کنیم، مثل فلز، مثل چوب، مثل آهن و خیلی چیز دیگه. برای اینکه گویهای شما به صورت رنگی بشه، میدید الان به صورت خاکستری هستش، توی بخش کاستومایز، کاستوم یا دیفالت اند سوئیچر، جلسات اولم گفتم اینو روی مکس و ویری بزنید و ست بزنید، مکس رو ببندید، باز کنید. هر پروژه‌ای که جدید بخواید آغاز کنید شما اونو دیگه به صورت رنگی می‌بینید. من سعی می‌کنم این گویم در اختیارتون قرار بدم که بتونید با استفاده از این روی کارتون تمرین کنید و حتما تمریناتتون رو داخل گروه ما قرار بدید. خب الان دقت کنید، هر کدوم از اینا یه متریاله. این پنجره ساخت متریال ما که میتونه به دو شکل باشه. یعنی من اگه بیام روی مدل کلیک کنم، اسلات متریال ادیتور رو بزنم، نوع متریال من تغییر میکنه. میبینین مثلا من میتونم اینجا اینو بذارم، بعد بیام چند نوع دیگه بهش اتصال بدم. نه که مثلا من الان اینو میذارم اینجا، اینجا میبینین این الان تمام تنظیمات مربوط به یک ماده است که ما دقیقاً همه اینا رو اینجا هم داریم. هیچ فرقی نمی‌کنه، بعضیا راحت هم با اون ور کار کنن، بعضیا راحت هم با این ور کار کنن. من سعی می‌کنم تو آموزش با هر دوی اینا برای شما کار کنم. خب اول از همه مهمترین متریالی که ویری داره متریال ویری MTL هستش که ما یه مقدار عقب‌تر با این آشنا شدیم. ویری متریال یا ویری MTL میتونیم اونو نامگذاری کنیم. اوکی، خب بریم ببینیم که VAMTL یا متریال اصلی ویری چه تنظیماتی داره. برای اینکه من بیام اول VAMTL رو فعال کنم، ببینید الان استاندارده، اصلا از متریال استاندارد توی صحنه‌تون استفاده
نکنید. من الان استاندارد رو میزنم، ببینید الان اینجا پنجره مربوط به متریال های استاندارد، اینجا مربوط میشه به متریال های ویری که گفتیم با ویری MTL ما میخواییم کار کنیم. خب MTL رو میزنم و منتظر میشیم که صفحه ما تغییر کنه. حالا اگه یادتون باشه گفتیم اینجا دیفیوز میشه رنگ اون متریال ما. ببینید ما الان اینجا دیفیوز رو داریم، یعنی من اگه بیام دیفیوزمو تغییر بدم، خب رنگ این آبجکت هم رو میتونم عوض کنم. خب بذاری من الان اینطوری بهتر نشون بدم. الان دیفیوز ما سفیده، اینو میذارم رو قرمز. ببینید آبجکت هایی که بهش این رنگ اعمال شده رنگش تغییر کرد. خب پس اینجا ما میتونیم رنگمون رو مشخص کنیم تا توی رندر این رنگ برای ما نشون داده بشه. اوکی؟ خب پس من حالا میام اینو اینجا میذارم و اینو میبندمش و بعدش میام یه رندر ازش میگم. فقط بذارید رنگشو تغییر بدم. خب من میام اینجا رندر رو میزنم، با هم ببینیم الان این رنگ نشسته روی آبجکت ما و به راحتی به خودش این رنگو میگیره و با توجه به این رنگ نور به این برخورد میکنه و برگشت میخوره. خب نگاه کنیم، خیلی راحت این رنگو برای ما گرفت. استوپ رندرمو میزنم و حالا میخوام چیکار کنم. ببینید توی اینجا دیفیوز داریم که رنگ دادیم، حالا میتونیم بهش بافتن بدیم که بریم جلوتر باهاش آشنا میشیم. رافنس چیه؟ رافنس میزان زبری یا میتونیم بگیم یه گرد و غباری که روی این متریال میشینه رو ما میتونیم نشون بدیم. من الان رافنس رو روی 1 میذارم که بیام براتون یه رندر بگم. دقت کنید الان بیشتر از 1 هم دیگه برای ما نمیره. خب من رندر قبلمو باز کنم و از این قسمت یه رندر میگیرم. ببینیم با رافرنس 1 و رافرنس 0 چه فرقی میکنه برای ما. این واقعا کاربرد داره و ما به راحتی میتونیم با سازی رافرنس متریال خیلی خوبی رو بسازیم. ببینین یه مقدار انگار کثیفی روی کار ما رو بیشتر کرد، یه گرد و غباری روی این الان نشسته. دقت کنید که من اگه بیام توی دیفیوز کلیک کنم یه پنجره باز میشه. ببینید استاندارد و ویری، حالا با اینا فعلا کار نداریم. توی ویری که میتونیم از تکسچرهایی که اینجا داره استفاده کنیم، ویری درت، ویری کالر و خیلی از چیزهای دیگه. حالا کالر خیلی خوبه، حتما باید کالر استفاده کنیم که بریم جلوتر بهش میرسیم. توی استاندارد میتونیم بیت مپ بذاریم، یعنی یه عکس بذاریم، میتونیم چکر شطرنجی بذاریم و خیلی از چیز، مثلا تایل، حالت تایل داره، سرامیک داره، میتونیم استفاده کنیم. من الان بیت مپ رو میزنم و اینجا میتونم هر تکسری که میخوام بهش بدم. مثلا بیام یه دونه چوب بذاریم اینجا مثل این. اوکی ببینید دیگه از صفحه ویری MTL رفت تو بیت مپ. اگه برگشت بزنم میاد تو صفحه ویری MTL و این امی که اینجا هست یعنی شما یه دیفیوز برای این قرار دادین. اگه شو شید متریال رو اینجا بزنم میتونم دیفیوزی که گذاشتم رو توی ویوپورت هم ببینم. کافیه که آبجکت انتخاب باشه و اساین متریال رو بزنید تا اون آبجکت شما هم این متریال رو به خودش بگیره. یعنی اگه من یه قوری اینجا داشته باشم و اینجا روی اساین متریال تو سلکشن کلیک کنم، این قوری دیگه به این متریال چوب ما در میاد. خب پس ما یاد گرفتیم که میتونیم تکسچر بذاریم اینجا. اوکی من اینو کلیرش میکنم، راست کلیک میکنم، میتونم کات کنم، کپی پیست، پیست اینستنس حتی میتونی کنی، کلیرش میتونی کنی و حالا یه سری داستان دیگه که بهتون میگم. من اینو کلیر میکنم، میام تو بخش رافرنس، اینو روی عدد صفر بذاریم، کاری باهاش نداریم و رنگ اینم به رنگ این در میارم. خب من اینجا رندر رو میگیرم، با هم ببینیم. به این شکل میبینیم که خیلی سطح صاف، حالا کاری به این نویزه نداریم، نویزه کامل برطرف میشه و میخوایم ببینیم که رافنس الان برای ما چه کاری میکنه. دقت کنید هر جایی که توی تصویر شما دیدین یک مربع کوچیک اونجا قرار گرفته، شما میتونید یک تکسچر اونجا قرار بدید، میتونید یک بافت اونجا بذارین. اگه بجز دیفیوز بود، اگه بجز دیفیوز بود، یعنی الان ببینید رافرنس داره، رفلکت داره، گلوزینس داره، رفرکت داره، اگه بجز دیفیوز بود سعی کنید از تکسچر سیاه سفید استفاده کنید تا دقتش توی کار بیشتر بشه. یعنی چی؟ یعنی من الان میام اینجا توی رافرنس کلیک کنم بیت مپ
و یه دونه تکسچر سیاسفید که اصطلاحاً به اسم درت معروفه. اگه توی گوگل بزنید CG تکسچر، سایت CG تکسچر میاد، میتونید اونها رو دانلود کنید. یا اگه کامل پک متریال رو بخواید یا پک آبجکت رو بخواید، میتونید یه هارد بفرستین، شرکت براتون پر میکنه. خب من الان این تکسچر رو میخوام بذارم اینجا، انتخابش میکنم، رفت وارد صفحه بیت مپ شد، دقیقاً برات مثل دیفیوز. دیدید تو دیفیوز هم ما تکسچر گذاشتیم، رفت توی صفحه بیت مپ. بیت مپ برای همه اینا یکیه، یعنی اگه شما اینجا هم که بیاین یه تکسچری رو بذارین، اوکی، ببینید وارد صفحه بیت مپ میشه، کاملا یکیه، پس فرقی نمیکنه. فقط توی خاصیتاش فرق میکنه. اگه اینجا بذارید یه کاربرد داره، اینجا بذارید یه کاربرد داره. خب من الان اینو گذاشتم و میخوام ببینم این تکسچر سیاه سفید به چه شکل روی این نشسته. شما حساب کنید، میتونید اینو بزنید تا ببینید، ولی اینجا دیگه دیده نمیشه. چرا؟ چون اگه توی دیفیوزتون یه تکسچر گذاشته باشین مثل مثلا این. خب من یه بک میزنم، ببینید الان ما یه دونه توی دیفیوز داریم، یه دونه توی رافرست. اگه اینو بزنم، یعنی تو صفحه اصلی باشم و شو شید متریال رو بزنم، میتونم تکسچرام ببینم، ولی این تکسچر رافرنس رو بهم نشون نمیده. من اینو پاک کنم، کاری دیگه باش ندارم، راست کلیک کلیه. برای اینکه تکسچر رافرنس هم ببینم کجا چش به چه شکل افتاده، باید برم داخلش و بعد شوشید متریال رو بزنم. اوکی، حالا رندر رو بزنیم ببینیم که چه فرقی کرد، چه کارایی داره این برای ما اگه تکسچر سیاه‌سفید رو اینجا قرار بدیم. خب کاملا مشخصه، یه سری لکه اینجا برای ما ایجاد شده. میبینید لکه ها رو کاملا اینجا میتونیم با هم دیگه حسش کنیم. من یه تکسچر سیاه‌سفید یه مقدار بهتر اینجا بذارم، مثل این. سایزش رو از توی بخش تایلینگ میتونیم کنترل کنیم، یعنی من الان اینو میذارم روی نیم در نیم. الان هرچی عدد بیاد پایین تر این بزرگتر میشه و دوباره رندر رو میزنم. ببینین کاملا مشخصه، هر جایی که تو تصویر ما به رنگ مشکی قرار گرفته، من از این سمت نشون بدم فکر کنم بهتره، اینجا بهتر، هر جایی از تصویر ما که به رنگ مشکی قرار گرفته رافرنس روی اون عمل نکرده. اوکی، الان اگه بخوایم دقت کنیم اینجا رو ببینید و اینجا میبینید، اینجا چون مشکیه رافرنس عمل نکرده، کثیفی ننشسته، اینجا ننشسته و جاهایی از تصویر که از تصویر ما که سفیده رافرنس به حالت یک کثیفی روی متریال ما ایجاد شده و میبینید خیلی خوب و راحت ما تونستیم یه تکسچر عالی رو بسازیم. سعی کنید بیشتر متریالایی که دارین تا حد خیلی کمی رافرنس داشته باشه. خب زمانی که شما توی رافرنستون یک تکسچر سیاه‌سفید قرار میدین، من بک بزنم اینجا، زمانی که تکسچر سیاه‌سفید میذارین یا هر تکسچری که اینجا قرار بگیره، دیگه این عدد کاربرد نداره. پس اگه ما تکسچر گذاشتیم با عدد هر چقدر بالا پایین کنیم هیچ فرقی نداره، اوکی، ولی اگه تکسچر گذاشتیم دیگه بر اساس اون تکسچر عمل میکنه. شاید شما الان با خودتون بگین که اینجا خیلی کثیفی زیاد شده، این به این دلیل، هر جا رنگ سفید سفید باشه، مثلا ببینید الان اینجا سفید سفیده، پس رافرنس یعنی به صورت عدد یک، یعنی رافرنس رو تا ته بذار، ولی این قسمت ها که حالت خاکستری داره رافرنس کمتری اعمال شده، همینطوری که اینجا رو مشاهده میکنید. پس هر چقدر رنگ سفید باشه اون عدد انگار بیشتر اعمال شده. خب یه بک میزنیم، این از این، دیدین چقدر راحت ما تونستیم یه متریال خیلی خوبی بسازیم. حالا شما میتونید نوع تکسچر سیاه‌سفیدتون رو عوض کنید، مثلا این باشه، من دوباره رندر میگیرم، کاملا مشخصه که زیاد اون کثیفی دیده نمیشه. چرا؟ چون رنگایی که داریم خیلی نزدیک به هم، یعنی سفید و خاکستری خیلی شبیه هم هستن. اگه من بیام روی این بیت مپ نگاه کنین، میام این داخل رافرنس روی بیت مپی که اینجا از کلیک میکنم، میتونم تکسچرمو عوض کنم، مثلا این تکسچر ببینید این.
الان اینجا کاملا سفیده، باید یک کثیفی اینجاها برای ما الان ایجاد بشه. اینجاها ببینید، ببینید چقدر راحت ما این کار رو انجام دادیم و این گویمون توسط رنگ هایی که توی این تکسچر بود به حالت کثیفی و یک گرد و غباری روی این برای ما قرار داد. میبینین؟ پس هر چقدر رنگ به سفید نزدیک بشه درصد رافرنس بیشتر، و همچنین هر چقدر به خاکستری نزدیک بشه درصد رافرنس کمتر. این توی همه این متریال ها، همه این قسمت هایی که ما میخواییم تکسچر بذاریم کاربرد داره. پس یادتون باشه ما تکسچر سیاه سفید و فقط بجز دیفیوز تو بقیه عمل میکنیم. اوکی خب، مثلا من الان اینجا میخوام یه چوب درست کنم، میام تو بیت مپ، بعد کلیک میکنم مثل این. اوکی ببینید رفت تو صفحه بیت مپ، اگه برگشت بزنم میاد تو صفحه اصلی، میگه شما توی دیفیوز تکسر گذاشتین، توی رافرنس هم یه تکسر. حالا رندر بگیریم، من فکر کنم لهجه اصفهانی غلیظ و کامل گرفتم و میذارم رندر گرفته بشه. خب روی این چوب هم کاملا مشخصه که این کثیفی ها ایجاد شده. ببینید خیلی راحت ما این تکسر رو کثیف کردیم، اصلا احتیاج به چیز دیگه ای نیست. بیایم ترکیب چند تا متریال با هم داشته باشیم، یه چوب خیلی راحت اینجا درست کردیم. خب این از این گزینه. میریم سراغ بحث رفلکت، که اگه یادتون باشه ما توی اینجا بهتون گفتیم که معنی رفلکت چی هستش. ببینید رفلکشن نحوه بازتاب یک جسم را رفلکشن میگیم، یعنی اگه جسممون میخوایم به حالت آینه‌ای بشه، یعنی محیط اطراف و داخل خودش نشون بده، ما باید بریم سراغ رفلکشن. هر چقدر این رنگ به رنگ سفید در بیاد، تأثیر این حالت آینه ما بیشتر میشه. اگه یادتون باشه ما توی رافرنس هر چقدر رنگمون به رنگ سفید میرفت، اون رافرنس بیشتر میشد. اگه به رنگ مشکی میرفت رافرنس کمتر میشد. توی رفلکت هم ما دقیقاً همینو داریم. یعنی من اگه بیام توی رفلکت اینجا این رنگو بذارم براش، اوکی، فعلا تیک فرزنلم برمیدم. فرزنل چی بود؟ فرزنل با توجه به زاویه دید ما میومد حالت آینه‌ای رو در نظر میگرفت. من فعلا برمیدم تا بهتون بگم این چیه. خب یه مقدار رفلکت رو تا وسط آوردم و حالا رندر میگیریم با هم ببینیم. خب کاملا از اینجا مشخصه که چه حالتی روی این متریال ما اتفاق افتاده و حالت آینه‌ای پلاستیک به این متریال ما داره نشون داده میشه، کاملا مشخصه. حالا من اینو تا ته میارم و به رنگ سفید در میارم. بهتره که رندر رو به صورت اینتراکتیو کنیم تا خیلی زمان برای رندر نذاریم. من اینتراکتیو رو میزنم و صبر میکنم تا این رندر کامل بشه. خب حالا میام رفلکتم رو میارم تا ته ته. ببینین گفتیم هر چقدر به رنگ سفید نزدیک بشه حالت آینه‌ای کاملا بیشتر میشه. ببینید الان داره بازتاب محیط تو خودش نشون میده و دیگه ما تأثیر اون دیفیوز یا اون تکسر یا اون رنگی که تو دیفیوز داشتیم نمیبینیم. یعنی الان من اگه دیفیوز هم به رنگ قرمز هم در بیارم هیچ فرقی برای من نمیکنه. چرا؟ چون زمانی که رفلکت تا انتها میاد پایین، دیفیوز تأثیر خودش رو از دست میده. دقیقاً یه رابطه برعکس دارن، یعنی هر چقدر ما اینو به سمت پایین ببریم این به سمت منفی میره و حالت دیفیوز ما کامل از بین میره. ببینید تا اینجا که میرم یه مقدار این چوب معلوم شد، اگه ببرم بالاتر یه مقدار بیشتر معلوم میشه این چوب. هر چقدر به سمت پایین بیاریم کاملا مشخصه که حالت آینه‌ای کار ما بیشتر میشه. این از خاصیت رفلکت هست. پس هر چقدر این عدد به رنگ 255 که توی قسمت آخر به ما نشون داده میشه نزدیک بشه، یعنی اینجا 255 یعنی کاملا آینه ای، و اگه این صفر بود یعنی مشکی و هیچ رفلکتی نداره. حالا رنگ رفلکت خیلی مهمه، من اینو به این رنگ در میارم. ببینید الان به این شکل اومد نشست اینجا. خب بهتره که من تکسچرم رو پاک کنم، رنگم هم فعلا به رنگ سفید تقریبا در بیارم، رافرنسمون هم از بین ببریم، رافرنسمون هم روی عدد صفر قرار میدم، رفلکت هم الان سفیده من میارم روی این رنگ. ببینین حالا میارمش روی این رنگ. پس رنگ رفلکت ما تا
تأثیر بسیار زیادی داره توی اینجا. ببینید قشنگ انگار یه ماشین رنگی هستش. اگه قرمز قرمزش کنیم اینجا مشخصه. اوکی حالا مثلا این رنگ، پس رنگی که توی دیفیوز میذاریم و توی رفلکت میذاریم برای ما الان اهمیت داره. الان این رنگه، من میام دیفیوزم هم تغییر میدم، مثلا رنگ سبز بذارم. ببینید هر دو اینا یه جوری دارن با هم ترکیب میشن و این رنگو به ما تحویل میدن. اگه من بیام اینجا رنگ اینو به سمت سفید ببرم، تأثیر این دیفیوز سب رنگ کمتر میشه. پس رنگ دیفیوز برای ما خیلی اهمیت داره. مثلا اگه من بیام اینو یه مقدار تیرش کنم، ببینین چه متریالی شد، خیلی راحت. بعد رنگ اینم به سمت نارنجی پر رنگ میبرم به اینجا. ببینید حالت مس، حالت طلا، خیلی راحت میتونیم با اینا شبیه سازی کنیم که حالا بریم جلوتر طلا و اینجور مسائل با هم تو پروژمون کار میکنیم به خوبی میبینیم. ولی تنظیم خاصی نداره، رفلکت با دیفیوز الان داره با هم ترکیب میشه و اینو به ما نشون میده. اوکی پس رنگ رفلکت ما خیلی مهمه که ما چه رنگی بذاریم. الان مثل دورم میتونم رنگشو به این سمت ببرم. پس این از این. ما میتونیم، من اینو برگردونم به حالت مشکی اولیش، اوکی، و اینم روی رنگ روشن میذارم. ما اگه بیایم توی رفلکتمون یک عکس سیاه سفید بدیم، ببینید من اینو کلیک میکنم بیت مپ، یک عکس سیاه سفید میدم. گفتم به جز دیفیوز شما میتونید تو بقیه تکسر سیاه سفید بذارین و اینجا من بیام این تکسر رو بدم. با هم ببینیم. خب الان میرم داخل رفلکت توی بیت مپشم، شو شید رو میزنم. ببینید هر جا از این متریال، هر جا از این تکسچری که ما اینجا داریم به رنگ سفید هست، داره حالت باستاب رو به ما نشون میده. هر جا مشکی، هیچ باستابی نداره، انگار شما قلم رو گرفتین دستتون اینجا رو مشکی کردین، اینجا سفیده. دقیقاً این رنگی که اینجا بود اگه مشکی بود هیچ رفلکتی نداشتیم، ولی به رنگ سفید که نزدیک میشد رفلکت داریم. پس این بر اساس تکسچر سیاه‌سفید هم برای ما عمل میکنه و با توجه به اون تکسچر ما هستش که رفلکت روی این متریال با این تکسچر به ما نشون داده میشه. مثلا من الان بیام اینو بذارم با هم ببینیم. چرا تکرار داره؟ به خاطر اینکه این روی این داره نشون داده میشه، تکرارش مشخصه. من میام سایزش رو از قسمت تایلینگ تغییر میدم، یه ذره آفستش رو تغییر میدم از اینجا به این شکل. حالا ببینید هر جا که مشکیه ما رفلکت نداریم، قسمت های سفید رفلکت بیشتری رو داریم. صبر میکنم تا این رندرم یه مقدار کامل تر بشه. ببینید الان اینجا یه مقدار رفلکت کمه چون رنگ خاکستری نشسته، ولی قسمت بالا ما کامل حالت رفلکت رو داریم. پس یادتون باشه هر تکسچری که توی این قسمت قرار میدین تأثیر بسیار زیادی روی این داره که چه نوع رفلکتی اون آبجکت شما از خودش نشون بده. اینم ببینیم. خب من یه بکم بزنم و اینو کلن از بین ببرم. اینو دیدیم، پس متوجه شدیم که رفلکت ما میتونیم تکسر سیاه‌سفید بذاریم و اونو نشون بدیم. من میام اینجا رفلکتم رو تا ته میارم که کامل حالت آینه‌ای به خودش بگیره. گزینه گلوزینسی که اینجا داریم فوق‌العاده کاربرد داره برای متریال ها، متریالی مثل پلاستیک مات. هر چقدر این عدد از یک بیاد پایین‌تر رفلکت شما اینا که الان این رفلکت دیگه، چیزایی که ما داریم توی این آبجکت میبینیم، باستابا رو مات میکنه. ببینید الان یکه، میذارمش 8 دهم. حالا ببینید مات شد، مثل پلاستیک مات، مثل MDFی که رفلکت خیلی ماتی داره، مثل سنگ مات، چون اکثر سنگ های حالت مات هستن، پلاستیک های مات و خیلی چیزای دیگه. من فکر کنم 50 بار دیگه بگم پلاستیک مات. اوکی الان میذارمش روی 6 دهم، هر چقدر به صفر نزدیک بشه مات‌تر. 2 دهم
ببینیم. کامل مات شده الان روی 2/10. حالا میزنمش روی 95/100. ببینید یه مقدار خیلی کم مات میشه الان، ولی اگه روی 1 باشه کامل ما میتونیم اجسام مثل آینه جلوش وای میسیم خودمون رو میبینیم. اگه من بزنم روی 9/10 جلوی آینه وای میسیم یه مقدار مات به من نشون میده. اوکی، پس اینم از این. گزینه هایلایت گلوزینه است، میاد برای ما یه سری نقاط رنگی روی کارمون ایجاد میکنه. من الان گلوزینه سام میذارم روی 8/10 و دقت کنید که اینجاها رو میبینین. من الان اینو میذارم روی 1، ببینید کمتر شد. هایلایت گلوزینه است، یه سری نقاط براقی که توی آبجکت ما هست و میتونه خیلی راحت کنترل کنه و بیشتر کنه. ببین الان من اینو کمش میکنم عددشو، اینو الان بیشتر میشه برای ما، بیشتر خودشو نشون میده به این شکل. حالا بهتون میگم که چه متریالایی نیاز داره که ما های گلوزینسشو بالا ببریم هایلایتشو، و چه متریالی لازم داره که همونطوری خاموش بمونه. ما دوباره تو اینم پس میتونیم تکسر سیاه‌سفید بذاریم، حتی ما تو گلوزینس هم میتونیم تکسر سیاه‌سفید بذاریم. یعنی چی؟ الان من رو عدد 1 میذارم بمونه، الان کامل حالت آینه ایه، و بعد توی گلوزینس میام یه دونه تکسر سیاه‌سفید قرار میدم مثل این. خوبه هر کجا از تصویر ما نکنه، الان یه تکسر سیاه‌سفید یه مقدار بزرگش کنم، هر قسمت از متریال ما مثلا الان اینجا رو نگاه کنین که به رنگ مشکی هستش، اینجا الان مشکیه دیگه، ببینید اینجا مشکیه. خب یعنی چی؟ یعنی این قسمت‌های مشکی کامل مات شده و قسمت‌هایی که سفیدن رو ما داریم می‌بینیم. خب بذارید من یه عکس بذارم که مقدار بهتر مشخص باشه. مثل این فکر میکنم بد نباشه. خب ببینید الان قسمت های سفید کامل داره دیده میشه به مثل آینه، قسمت هایی که به رنگ مشکی هستن مات میشن. حالا هر چقدر این رنگ سیاه ما به رنگ سفید نزدیکتر بشه، مات بودنش یه مقدار کمتر میشه. خب یعنی چی؟ من الان یه فتوشاپ باز میکنم اینجا، یه مقدار سایزم هم تنظیم کنم، مثلا 30 یا 40 در 40. اوکی، میام اینجا با رنگ مشکی مشکی، خب یه دونه به این شکل اینجا میکشم، یه نقطه اینجا، دوباره میام یه مقدار رنگم به سمت خاکستری میبرم، یکی اینجا میذارم، یه مقدار خاکستریمو بیشتر میکنم اینجا میذارم. خب بدونم اینجا و یه دونه هم تقریبا اینجا. خب میام اینو ذخیره‌اش میکنم توی دسکتاپ با پسوند JPEG. اوکی خب بیام اینو بدیم به این متریالی که اینجا داریم، رنگ ها از مشکی مشکی میرن به سمت خاکستری. خب ببینیم الان این قسمت کامل مشکیه، یعنی مات مات، هیچ چیزی دیگه توش نیست. این قسمت یه مقدار به سفید نزدیکتر شده، ببینید ماتیش کمتر هستش تا به اینجا. اینجا اینقدر مات شده دیگه هیچی نمیبینیم توش، ولی اینجا که خیلی مات نیست چیزایی معلومه که این انعکاس داره. و همچنین برای بهتر دیده شدن این حالت من الان اینو کلیر میکنم، روی اینجا میتونم یه دونه تکسچر گرادینت نکنین استاندارد میام و گرادینت رو اینجا میذارم. گرادینت تکسچری هستش که از مشکی میره تو سفید، ببینین ماکنین. خب الان یه مقدار باید سایزش بیشتر بزرگ شه، من جاش رو تغییر بدم. خب این بد نیست. اینجا که سفید سفیده ما چی رو داریم؟ انعکاس کامل، یعنی مات نیست. اینجا که میرسه ناکنین به رنگ مشکی داره میاد، همینطوری دوباره مشکی شده. یا بهتره که من اینو یه مقدار بزرگترش کنم تا شما بهتر ببینید.
خب این بهتره. ببینین بالا که سفیده هیچی، پایین الان اومده و از مشکی که ماته داره میره اینجا، مثلا ماتیش کمتر شده. یا مثلا نگاه کنین اینجاها لبه ها کامل سفیده، لبه های ما هم تو اینجا کامل به صورت براق افتاده. اوکی، پس یادمون باشه که اگه توی گلوزینسمون عکس سیاه سفید گذاشیم، سفیدا مات نیستن، مشکی ها مات هستن. و همچنین دوباره توی رفلکت هم ببینید من گرادینت میدم، گرادینت هم یه مقدار تغییر بدم به این شکل. خیلی خب اینجا ببینید سفیدا کامل باید رفلکت داشته باشن و مشکی ها که دیگه الان رفلکتشون هی داره میره کم میشه. خیلی راحت. خب بک میزنم و اینو کلیر میکنم. خب در ادامه بریم سراغ این که ببینیم کاربرد فرسنل رفرکشن برای ما چی هستش و ما چیکار میتونیم تو اینجا بکنیم. زمانی که تیک فرسنل رفرکشن زده بشه، این اتفاق میفته که هر چقدر آبجکت های ما به لبه زاویه دیدمون نزدیک بشه، انعکاسات ما بیشتر میشه. یعنی الان من بخوام براتون کامل باز کنم، یا اینجا یه پلن میکشم. به این شکل. خب این پلنی که من اینجا دارم، میام به این متریالم رو اعمال میکنم، همین متریالی که اینجا دارم، خوبه؟ و یه دونه قوری هم اینجا میذارم، عالیه. حالا بهتره که من بیام توی دوربینم تا بهتر اینو ببینیم. زمانی که ما از روبرو به اینجا نگاه میکنیم، بذارید من دوباره اینتراکتیو رو بزنم به این شکل. ناکنین الان رفلکتمون اینجا داره دیده میشه، یه مقدار مات هستش که من یه متریال دیگه درست میکنم اینجا، یه متریال کاملا براق باشه تا شما بتونید به خوبی اونو ببینید، کاملا حالت آینه ای. خب این بهتر شد. الان آقای ما داریم اینو میبینیم، انعکاس قوریه. زاویه دیدم رو تغییر میدم به سمت بالا، ببینید دیگه این پلن انعکاس نداره و چیزی رو تو خودش نشون نمیده، اگرم نشون بده خیلی کم. و میام زاویه دیدم میارم به سمت پایین، ببینید انعکاس داره. پس فرسنل رفرکشن باعث میشه که ما با توجه به زاویه دیدمون انعکاساتمون تغییر کنه، و هر چقدر زاویه دید ما از لبه کار باشه، یعنی از روبرو نه، از کنار، از پایین بهش نگاه میکنیم، میتونیم ببینیم که این حالت برای ما اینجا اتفاق افتاده که حالت آینه ای بیشتر شده. خب من یه ویدیو به شما نشون بدم. خب دقت کنید، الان این ویدیو اینجا رفلکتی که روی پارکت افتاده داره میبینیم، و این دوربین هر چقدر به در نزدیک میشه رفلکت نگاه کنید از بین میره، چون زاویه دید نگاه کنید از کناره، الان از بغل داریم نگاه میکنیم، اگه از روبرو یعنی از بالا که اینجا دارم بهش نگاه میکنم، ببینید رفلکت کامل از بین رفت، ولی میام از بغل رفلکت اینجا نشون داده میشه. میبینین رفلکت رو داریم کامل اینجا مشخصه. ببینید الان از پایین ببینید چقدر رفلکت زیاد شد، مثل آینه شد سطحش، ولی وقتی از بالا نگاه میکنیم دیگه هیچ رفلکتی نداریم. این خاصیت فرزن رفرکشن هستش که به این صورت عمل میکنه که با توجه به زاویه دید ما انعکاسات روی سطح آبجکت به ما نشون داده میشه. پس یادتون باشه زمانی که فرزن رفرکشن فعال شد، با توجه به زاویه دید به ما رفلکت داده میشه. الان من دارم از بغل نگاه میکنم، نکنین از کنار، از این دارم به پلنم نگاه میکنم، یه مقدار میرم نزدیکتر خودم به پلنی که اینجا هست نزدیکش میکنم، دقیقا زاویه دید من روی این پلنه، ببینید مثل آینه عمل میکنه. ولی اگه من بچرخم از بالا نگاه کنم، مثل اون پارکت دیگه رفلک نداشت. خب من میتونم بیام اینجا دقیقا تکسچر پارکت رو توی دیفیوز کارم قرار بدم، توی بیت مپ یه بک بزنم توی وود، و حالا اینجا میتونه پارکت انقدر اینجا شلوغه، مثلا این. خب
الان خب یه مقدار سایزش بزرگه، من میتونم از اینجا یه یو وی دبلیو مپ دو تا یو بزنم بیاد، بعد اینو بیام از اینجا طول و عرضش رو خیلی راحت کوچیک کنم به این شکل. ببینین الان کاملا داره حالت آینه ای عمل میکنه، زاویه دیدم رو تغییر میدم و میام به سمت بالا. ببینین الان بافت چوب بیشتر مشخص شد. حالا میام به سمت پایین، ببینید حالت آینه ای پیدا کرد. اینجا هست، رفلکت نداره. از اینجا که میایم به بغل نگاه میکنیم رفلکتمون کامل بیشتر. خب یه بک میزنم. اکثر تکسچرهایی که داریم کنارش یه دونه تکسچر سیاه‌سفید هم هست، یعنی الان این رنگیه، میبینید الان پارکت شد. خب یه پارکت خیلی براق که واقعا انقدر براق نداریم، شاید هم باشه البته. توی رفلکتش من کلیک میکنم توی بیت مپ، من اینجا میتونم از تکسچرای سیاه‌سفیدی که اینجا هست استفاده کنم. ببینید خودش یه اسمایی هم گذاشته، الان ما اینو گذاشتیم، این برای بامپ یعنی برجستگیشه، این برای رفلکتشه. من میذارم، حالا ببینید تغییراتی که روی این هست کاملا مشخصه. ببینید حالا به پارکت بیشتر نزدیک شد، یعنی یه جاهایی رفلکت داره یه جاهایی نداره. میبینین یه جایی داره یه جایی نداره. این از این. حالا یه بک میزنم دوباره، من میتونم توی گلوزینس هم همینو بگیرم کپی کنم اینجا. الان ببینید اکثر جاها بالت براقه، اگه اینو کپی کنم اینجا یه جاهایی مات میشه و یه جاهایی براق. خب اگه من بیام اینجا، این عددی که جلوی فرسنل آی او آر داره رو میخوام تغییرش بدم. الان قفله، یعنی با توجه به رنگی که اینجا هست اینم خودش اتومات تغییر میکنه. من اگه قفلش رو باز کنم عددش رو تغییر بدم، مثلا به طور مثال عددش رو میذارم روی 10، ببینیم چه اتفاقی توی رندر میفته. رفلکت ما بیشتر میشه، مثلا میذارمش روی 50، انعکاسات ما بیشتر میشه. چرا الان خیلی زیاد نشد؟ به خاطر اینکه ما توی گلوزینسمون اومدیم یه دونه تکسچر گذاشتیم. من اینو کلیرش میکنم که این ماتی تکسچر از بین بره. خوبه؟ روی 200 میذارم، ببینید حالا میذارمش روی 2/10، کمتر شد. هر کدوم از اینا یه عدد خاصی داره که حالا بریم جلوتر یه لیستی داریم که بر اساس اون میریم و کارمون رو کامل میکنیم. من اینو دوباره اینجا میگیرم و این قسمت قرار میدم و میام سراغ اون دوربینی که اینجا داشتم. یه مقدار زاویه همو بیارم عقبتر، اینجا باشه. خوبه. خب به این من دیگه میام پارکت رو اعمال میکنم. همونطور که میبینیم داریم اینجا خیلی راحت پارکت رو میبینیم. فقط چرا به خوبی نشون داده نشده؟ بخاطر اینکه خیلی کوچیکه و ما کامل اونو نمیبینیمش، کاری باش نداریم. خب رفلکتمون اینجا مشخصه که رفلکتمون رو نکنیم. اگه من بیام این تکسچر رو پاک کنم رفلکت های ما بیشتر هم میشه. چرا الان نشون داده نمیشه؟ چون کامل مات هستش. ببینین اگه گلوزینسش هم پاک کنم رفلکت های ما اینجا نشون داده میشه، یه پارکت براق. اگه بخوایم مات بشه عددش رو میاریم پایین به این شکل. پس اگه تیک فرسنل رفلکشن رو زدین اینم تا ته آوردین، ما تأثیر دیفیوز رو میبینیم. ناکه اگه من تیک رو بردارم دیگه تأثیر دیفیوز اینجا دیده نمیشه. ببینید کامل شد متریال استیل. میبینید اگه فرسنل رفلکشن رو گذاشتیم از دیفیوزمون هم داره به ما نشون میده، یه مقدار هم رفلکت اینجا ما تو کارمون داریم، رفلکت مات. اوکی عددش رو میذارم روی عدد فرز رفلکشن رو من میذارم روی 100 با هم ببینیم. کاملا مشخصه که رفلکت بیشتر شد. من عدد فرز رفلکشن رو میذارم روی 20. ببینین الان تاثیر دیفیوز هر چقدر این عدد بره بالاتر تاثیر دیفیوز کمتر میشه. میذارم روی 10، الان باز یه مقدار دیفیوز رو ما میبینیم. روی 3 میذارم، همینطور هی کم میکنم تا شما به خوبی اینو ببینید. اوکی چقدر رفلکت زیاده. تو حالت عادی 1.6 بود، به این شکل. و گفتم میتونیم اینجا بیایم تکسچرمون رو
قرار بدیم. مثلا من اینو میذارم، اوکی ببینین اینجا رفلکت داره، یه جاهایی نداره، این کارو واقعا عالی میکنه. و اگه من اینو براق کنم دیگه اینجا براق میشه، اوکی. همین هم داره، میتونیم توی این قرار بدیم، بسیار عالی. خب یه گزینه داریم ماکس دپ. کارش چیه ماکس دپ؟ ببینید زمانی که ما دوتا آینه رو روبروی هم قرار میدیم، حالا من از روی پاورپوینت هم اگه بخوام بهتون توضیح بدم یه مقدار راحت تر بریم جلو. خب اینجا که اوپاسیتی کاری نداریم، زمانی که ما بیایم اینجا ماکس دپ رو فعال میکنیم، ماکس دپی که اینجا هست، فکر کنید که دوتا آینه روبروی هم قرار گرفته و آینه تا بی نهایت همدیگر رو تو خودشون نشون میدن. اگه دوتا آینه رو قشنگ بگیری روبروی هم، تا بی نهایت همدیگر رو نشون میدن. وقتی که ما این عدد رو گذاشتیم روی 5، یعنی تا 5 بار این برگشت داشته باشه، یعنی 5 بار نشون بده اینا رو تو هم دیگه. اگه عدد بره بالاتر رندرتون هم یه مقدار طولانی تر میشه و بیشتر اینا رو میبینیم، که حالا خیلی مهم نیست که ما بخوایم عدد اینو تغییر بدیم. و گزینه بعدی که اینجا ما میتونیم باش کار کنیم گزینه رفلکت آن بک ساید، یعنی رفلکت های ما، ببینیم از روی بخونم، وقتی فعال باشد بازتاب های پشت سطحی که دیده میشوند نیز محاسبه میشوند. توجه داشته باشین این کار بر روی تمامی بازتاب های زمانی که متریال رفلکشن نیز دارد تأثیر دارد و زمان آن را نیز بالا میبرد. یعنی فکر کنید من یه پلن دارم و این تیکو فعال میکنم، پلن من قسمت پشتشم توی باستاپ ها تأثیر گذاره و یه مقدار البته رندر رو طولانی میکنه. اینه تو پروژه بهتون نشون میدم. گزینه دیم دیستنس برای ما چیکار میکنه؟ میزان فاصله ای که آن فاصله باستاپ های نور رو برخورد کرده و متریال محاسبه شود. خب میدونم شاید یه مقدار الان گیج کننده باشه، ولی نگاه کنید، من اینو از حالت پارکتش خارج کنم و کامل به حالت آینه میذارمش، اوکی. خب این الان رندر من و حالا میام گزینه دیستنس رو براتون باز کنم. ببینید الان خیلی راحت محیط بیرون افتاده روی این آبجکتی که جلوی این هست، روی این افتاده، کفمون روی اینجا قشنگ داره نشون داده میشه. من میام این تیک دیم دیستنس رو میزنم، ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب الان عددش روی 100 هست، یعنی هر چیزی که تا 100 سانتی متری این قرار گرفته رو تو خودت بازتاب کن. اگه عددش رو بذارم یک، حتی این سیلندر هم که جلوی این قرار گرفته نشون نمیده. اینجا رو ببینید الان به رنگ مشکی در اومد، چون فاصله این بیشتر از یکه. اگه بذارمش روی 20 شاید بیاد، بله، چون 20 سانتی متری اینه. پس دیم دیستنس کاربردهای خوبی داره. یه موقع از شما مثلا شیشه نمای ساختمون زدین و حالت رفلکت داره، اتفاقی که میفته اینه که محیط بیرونتون خیلی داخل شیشه میفته و کارتون خراب میکنه. خیلی راحت میتونید با این دیم دیستنس اینو کنترل کنید و به اون نتیجه که میخواید برسید. اینجایی که مشکی شده محیط بیرونه، چون دیگه کامل مشکیه، اینجا هیچی نیست، پس رنگ مشکی رو داره تو خودش نشون میده. یه گزینه دیم فالاف هم داریم که من اینجا باز براتون بازش کردم که بهتره اینجا هم. حالا من اینا رو باز میذارم شما ببینید تا بتونید با این نوشتهایی که من آماده کردم هم آشنا بشید. خب ببینید این گزینه تعیین میکند بازتاب ها در فاصله ای که با گزینه قبلی تعیین شده در چه شعاعی ضعیف و محو بشن. زمانی که من الان بیام اینجا یه دونه سیلندر دیگه بکشم، حالا حتی این گزینه واقعا خیلی کاربرد زیادی نداره. الان این گزینه ای که این سیلندری که اینجا کشیدم فاصلش با این ببینید به چه شکله. ما دیم دیستنس رو میذاریم روی 100، خب که این یکی آبجکتمون هم روی این ظاهر بشه. ببینید خیلی راحت داریم اینو با هم میبینیم. اگه فالاف رو من ببرم بالا، مثلا بزنمش روی 20، بزنمش روی 1/10، میزان محو شدگی اینا نسبت به هم توی این قسمت تغییر میکنه، یعنی از اینجا میره تا این محو شدگیش کامل دیده بشه. که حالا اینا هم باز به جلوتر توی پروژه بهتون نشون میدم تا
اونجا یه مقدار بهتر دستمون بازه، اونا رو یاد میگیریم. خب اینو ببندیم، کاری باهاش نداریم. و تو بخش افکت چنل هم باز ما حتما باید بریم سراغ پروژمون، چون الان من اینجا تغییراتی که میدم، خب بذار من اینو خاموش کنم، تغییراتی که اینجا میدم و شاید خیلی خوب نتونیم درکش کنیم و الان برامون شاید خیلی سخت بشه که من بخوام اینو باز کنم که ببینیم افکت چنل الان برای ما چیکار میکنه. به اینجورتر بهتون میگم. خب تا اینجا کافیه، ما یه مقدار با رفلکت آشنا شدیم، جلسه بعدمون اختصاص میدیم به رفرکت تا با تنظیمات اینجا کامل آشنا بشیم و همچنین در ادامه با بخش BRDF و آپشن شما رو آشنا میکنم، با قسمت سلف اینومیشن و کاربرد اون کامل آشنا میشید. ممنون، خسته نباشید و خدا نگهدار.